به یاری اهرام ازداکیان و فرهادی هستم، مجری برنامه. توجه شما را به ویژه برنامه در گذشت پیامبر آریایی اشوزرتشت اسفندمان جلب میکنم. این برنامه توسط دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه گشتاس تهیه شده است. نخست به سرودی از گاتا گوش جان می‌سپاریم. شناوس را هوره مزدا یه اوروانم من گیره وهو داده حسرا مننگا اشیش چاشیو سننام وی دوش مزدا اهو رحیا یعوت ایسای تواچا عوت خسای عیش عشه یا در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و به درستی پیشه سازند. ایدون باد، ایدون ترج باد. در این بخش از برنامه زندگی نامه نخستین پیام آور آریایی را به همراه دوستانم خانم ها آذین آزادبخش، ستاره معاونت، آناهیتا مرادیان، هوشیر نیکوام و پادمیرا مبارکه می شنویم. در صنعت زرتشتی باور به این است که اشوزرتشت پیام آور خرد و راستی در سال 1768 پیش از میلاد مسیح در روز ششم فروردین ماه، روز خرداد از ماه فروردین، پا به جهان گشود. در مورد زادگاه اشوزرتشت در نوشته‌های پهلوی آمده است که اشوزرتشت در شهر رگه در سرزمین ایران چشم جهان گشود. در سروده‌های دوره ساسانیان آمده که این شهر در نزدیکی دریاچه ارومیه در آذربایجان وجود دارد. اما از سوی دیگر پژوهشگران امروزی معتقدند که اشوزرتشت در شرق ایران خوارزم بزرگ به دنیا آمده. اشوزرتشت از پدری به نام پورشست و مادری به نام دغدو چشم به جهان گشود. زمانی که اشوزرتشت به سن 20 سالگی رسید از افکار نادرست مردم میرنج. به همین دلیل به کوه آشتنینه رفت و به مدت 10 سال در اونجا میاندیشید و خدا را نیایش میکرد تا به راز هستی پی ببرد. بعد از 10 سال برمیگرده و در روز خرداد از ماه فروردین در سن 30 سالگی به عنوان پیامبر انتخاب میشه. در واقع نور بینش و دانش اهورایی بر او پدیدار میگرده و دین مزدا یسنا را از سوی اهورامزدای بزرگ پذیرا میشه. اشوزرتشت در سن 42 سالگی به دربار شاه گشتاس به کیانی رفت و دین خودش رو با آنان آشکار نمود. بزرگان و دانشمندان دربار با وی به گفتگو کنکاش پرداختند و سرانجام دین زرتشتی را پذیرفتند. با گرویدن شاه گشتاس به دین زرتشتی و فراخوانی مردم پذیرش این دین، سرانجام دین زرتشتی در سرتاسر ایران رواج یافت. اشوزرتشت مردم به پرستش خداوند یگانه یا هم اهورامزدا دعوت کرد و درستی و اشویی و راستی و نیکی رو به عنوان بنیاد دین زرتشتی معرفی کرد. در اوستا از خاندان اشوزرتشت سپیتمان جد نهم وی نام برده شده. پیتر از پدر بزرگ اشوزرتشت که دارای 2 فرزند به نامهای پروشست و اراستی بوده. پروشست پدر اشوزرتشت و دغدو مادر اشوزرتشت، اراستی عموی اشوزرتشت و میدیوما پسر عموی اشوزرتشت که اولین پیرو دین زرتشتی بود. هووی همسر اشوزرتشت دختر فرشوشتر بود. فرشوشتر و جاماس دو وزیر گشتاسپ شاه بودند.
اشوزرتوش دارای 6 فرزند بود که پسرانش ایسدواستر، اوروتدنر و خورشیدچر بودند. ایسدواستر سرپرست موبدان بود، اوروتدنر سرپرست کشاورزان و خورشیدچر سرپرست سپاهیان بود و دخترانش تریتی، فرنی و پورچیستا بودند. پورچیستا جوانترین دختر وی همسر جاماس بود که جاماس وزیر گشتاسپشاه. اشوزرتوش در روز خور از ماه دی، پنجم دی، در سن 77 سالگی به دست ارجاس و سپاهیان تورانی در آتشکده بلخ به دست تور براتور درگذشت. با سپاس فراوان از شما دوستان عزیزم. هاتش دوست بند 16 می‌فرماید: ای خداوند جان و خرد، زرتشت از برای خیش پاکترین خرد را به منظور رهنما برگزید. بشود که راستی و درستی زندگی مادی ما را نیرومند سازد. بشود که نیروی معنوی با نور ایمان و محبت چون پرتو درخشان خورشید قلوب ما را روشن سازد. پروردگارا به کسانی که در پرتو منش پاک و عقل و خرد کاری انجام می‌دهند پاداش بخش. از شما بینندگان گرامی سپاس گذاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی نمودید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم که به سرود راه زرتشت با همراهی دوستانم گوش فرا دهیم. منم یه زرتشتی، نژادم ایرانی، بتن کنم ستره به روی آن کشتی. ببین چه گفت زرتشت، بزرگ آریایی، همیشه اندیشه تو گفت و هر کاری، همیشه نیکی با نشان زرتشتی. منم اوستا خان، فدا کنم اینجا برای دین پاک که هست اهورایی.